سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوام سولوی یکی بود یکی نبود از زانیار رو آنالیز کنم. قبل از آنالیزی دور اجراش میکنم، بعد میریم راجبش صحبت میکنیم و ممنون میشم که کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله هم روشن کنین که از پستای جدیدی که میذارم با خبر باشین. دمتون گرم. اما من حالم بده تو قلبم زربا بریم سراغ آنالیز سولو. اول نظر خودم رو بگم. من هرچی میزان کوتاه‌تر باشه بیشتر ارتباط برقرار میکنم، یعنی عاشق سولوهایی هم که برای 8 میزان میسازمشون، یعنی خیلی از سولوهای طولانی خوشم نمیاد. این نظر شخصی من اول بگم راجع به این قضیه. و اینکه گام این آهنگ دو مینور هست و یا همون می بمول ماجور که نوتاش هست دو ره می بمول فا سول لا بمول سی بمول و دوباره دو که به این صورته. و من خیلی فضای سولو رو سر کردم که یه حال و هوایی از ساترینی و المان های ریتمیکی که از موزیک هیپ هاپ همیشه الهام گرفتم و استفاده کنم. کلن دوتا کورد بیشتر توی این قسمت این توی این قسمت پارت بیشتر نیست، که یکیش آکورد در واقع فا مینور هست که مود دورین این اسکیل رو تشکیل میده، یکیش هم دو مینور 7 که ایولین این اسکیل هستش، یعنی میشه دورین سولو به این صورته که آکورد فا مینور 7 اول گرفته میشه و من از هفته کوچیکش به تونیکش اسلو بند میکنم، ولی قبل از اسلو بندم یه اسکرچ میکنم که اینو از دی جی و گیتاریست هایی که این استایل رو استفاده میکنن مثل تامبرلو یه اسکرچ میکنم که اون کاراکتر هیپ هاپ هم داشته باشه توی سولو، توی همون استارت قضیه که به این صورت، یعنی کف دست رو روی سیم اسکرچ میکنم. حالا بعضی هم هستن مثلا با این انگشت، یعنی پیکو این قسمت میگیرم و انگار واقعا روی صفحه هستش و من هفته کوچیکو به یک اسلو بند میکنم و بعد فاصله سوم کوچیکو به یک با تپینگ نشون میدم با زل کنار پیک، که اینم باز دوباره استایل ساترینیه. تو آهنگ سرفینگ ویت دی آلینز از جو ساترینی میتونین اینو بشنوینش و به این صورت میشه سه کوچیکش تونیکش سه کوچیکش یک سه کوچیک یک و اینو آروم آروم سرعت بدین که خیلی تمیز در بیاد و باز دوباره slow bend. اگر هم راحت نبودین با این تکنیک میتونین در واقع با پیک هم نشون بدین، ولی خب با تپینگ یه جذابیت دیگه ای داره. و بعد از این قسمت میرم روی یه ملودی خیلی ساده، یه فریز خیلی ساده که توی دو مینور هم هستش، یعنی ایولین سه کوچیک دو یک هفته کوچیک پنج و به جای اینکه پیک بزنم فرد رپ هم یه ذره میارم جلوتر که صدای اضافی نداشته باشم و از ومی بارم شروع میکنم به استفاده کردن به جای اینکه پیک بزنم، یعنی
اینم باز دوباره از اون استایلایی که مثلا استیوای ساتریانی خیلی استفاده میکنن. یعنی با هر پیکی که اینجا زدم و اینجا شروع میکنم با ومی بار استفاده کردن، که اگر شما ومی بار رو به عقب بیارین نوتو انگار دارین بند میکنین به سمت بالا، اگر رو به داخل فشار بدم نوت به سمت پایین کشیده میشه، یعنی بمتر میشه و جفتشو میشنویم، رو به عقب و رو به داخل. این یه سلیقه خودتونه که بخواین از کدومش استفاده کنین، جفتش درسته ولی من خودم اینو استفاده کردم. گیتارهایی که فلویدوز داشته باشن خیلی راحت میتونن اینو استفاده کنن، یا ترمولای مدرن تر مثلا مثل گوتو، این هم البته جزی از فلویدوز ها هستش، هم ومی بارا هستش، خیلی راحت تر میشه استفاده کرد. با بریجای یه ذره فیکس تر خیلی شاید این تونو در نیاره. و بعد دوباره برمیگردیم روی کورد فا مینور 7 و من یک ملودی رو اینجا استفاده میکنم که خیلی واضح تر بتونم اون کاراکتر دوریان رو نشون بدم، یعنی در واقع از شیش بزرگ به هفت کوچیک بند میکنم و اینو پشت سر هم یک پترن درست میکنم و لوف میکنم با تکنیک هایبرد پیکینگ، یعنی یه دونه پوی سر هم لوپش میکنم. و قشنگ میتونید شما دوریان رو حس کنید. و بعد از این لیک دوباره برمیگردیم به کورد دو مینور 7 که من اینجا فرت 23 رو به 25 بند میکنم که در واقع بی فلات به سی، هفته کوچیک به یک، که حالا میتونین حالا اکتاو بم همینو بزنین یا میتونین اگر گیتارتون 22 فرت هستش فرت 18 رو به 20 بند کنین. و بعد دوباره یه دونه لیک دیگه هستش که یک سیکونس توی مود ایولیان به صورت alternate picking شروع میکنم به زدن که به این صورته. و بعد دوباره یه دونه بند توی این سیکونسه بعد حتما آلترنیت پیکینگ باشه. اگر براتون سخت آلترنیت پیکینگ زدن چون من اینو تو تمپوی 85 دوبلش میکنم، و اگر براتون سخته میتونین اینو به صورت لگاتویی هم بزنینش، یعنی صورت میشه، ولی با پیک آلترنیت راحت تره. خب اینم از آنالیز سولو، امیدوارم که استفاده کرده باشین. نوت این سولو به همراه پی دی اف گیتار پرو تب توی سایتم موجوده که لینکشو و آدرس سایت رو پایین همین ویدیو گذاشتم، امیدوارم که استفاده کنید. مرسی.